تجربه 25 ساله من از رهبر حکومت اسلامی جمهوری اسلامی نشون میده که اون نه اهل قانون و منطق نه اهل مهر و محبت و نه اهل خواهش نه هیچ یعنی منظورم اینه که تا احساس ترس و خطر نکنه بدبختانه نه لبخند میزنه و نه چیز رو میپذیره سال 1378 در اعتراضات کوی دانشگاه تهران زمانی که در قلب پایتخت وسط دانشگاه تهران علیه آقای خامنه‌ای شعار دادن دانشجویان او با بغز ادای بغض و گریه منظورمه به بسیجی ها گفت که عزیزانم اگر من این حرف میگم عزیزانم اگر به من اهانت کردن عکس من رو آتش زدن یا پاره کردن باید سکوت کنید بعدش ما خامنه ای با گریه روشو به آسمان کرد و گفت دوباره این عبارت ای سید و مولای ما پیش خدای متعال گواهی بده که ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم با بغز گریه مظلوم نمایید همین آقای خامنه ای یک سال بعد در سالگرد اعتراضات کوی دانشگاه وقتی همه رو دیگه قداغم کرده بود خیالش راحت شده بود با لحن چنان پرخاشجویانه با دهان کف کرده چنان به دانشجویان معترض حمله کرد و به اونها گفت دشمن و مغرز و تحت تاثیر دستگاه اطلاعاتی خارجی که همه ها و واج موندند این استراتژی این ترفند این بازی سال 1988 هم دوباره تکرار شد سال 88 در حالی که در تهران حدود سه میلیون نفر در قالب اون جنبش سبز اعتراضات جنبش سبز تظاهرات کردند صندلی قدرت تکان جدی خورده بود آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه 29 خرداد 1388 دوباره گریه کرد رو با آسمان کرد گفت ای سید ما ای این عبارت ای سید ما ای مولای ما من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویم دارم که این رو هم خود شما به من دادید همه اینها را من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد همین آقای خامنه ای که با گری حرف میزد یک سال بعد وقتی به اوزا مسلط شد وقتی همه ترزان را سرکوب کرد حس خانگی کرد طوری حرف زد که باور بفرمایید فاتحان جنگ های قدیم هم موقعی شهر رو میگرفتن توی حرف زد چند سال بعد اصلاح طلبان حتی طوری عقب نشینی کردن به جایی رسیدن که برای بیرون آوردن محصول اینها آقای خاتمی پیشنهاد آشتی ملی رو ارائه داد یعنی که آقا بیاد آشتی کنیم دیگه اما میدونی جواب رهبر جمهوری اسلامی چی بود؟ یه هفته بعدش در سخنرانی 27 بحمد 1995 یه هفته دقیقا بعد از اون پیشنهاد آشت ملی آقای خاتمی گفت مگه مردم با هم قهر هستن که بخوان آشتی کنن قهری وجود نداره البته مردم با کسانی که در سال 88 با آشورا به آشورا اهانت کردن قهر هستن و با آنها آشتی هم نمی‌کنن آشتی هم نمی‌کنن و دستش هم همینجوری کرد و بعدم هم امت همیشه در سنده تکبیر و هم کسی که اطرافش هستن اینا رو چرا گفتم اینا رو گفتم که توضیح بدم خانم آقای آیت الله خامنه ای متاسفانه تا احساس ترس خطر نکنه لبخند نمیزنه یا اصلا چیزی نمیپذیره این که او دیروز دوباره قیافه مظلوم به خودش گرفت سعی کرد آروم حرف بزنه سعی کرد لبخند بزنه و از مردم خواست که دور دوم در انتخابات شرکت کنند تا باعث آبرو سربلندی و سربلندی او بشن به وضوح نشون میده که او ترسیده به وضوح نشون میده پشت پرده چه خبره نشون میده که سیاست تحریم انتخابات به اندازه 100 سال به اندازه 100 سال اصلاحات این شکلی آقایون به اندازه 100 سال اصلاحات در جمهوری اسلامی اثر گذاشته باور کنید اگر اصلاح طلبان صد سال هم به او التماس میکردن بر اساس گذشته بر اساس سی سال فکر محال بود اینطوری مقابل مردم بخواد از عقب بره آقای خامنه ای کجا اینکه که بگه جامعه شناس ها باید بررسی کن تو سخنرانی دیروزش گفت آره مردم شرکت نکردن این حدسای ما کمتره و این جامعه شناسان متخصصین باید بگن چه اتفاقی افتاده آقای خامنه از ادبیات گرفته تا فیزیک کوانتوم تا مثلا ای سیاست خارجی آشپزی نقاشی شعر همه چی حرف میزنه کجا کوجو شما شما کجا دیدید چند بار دیدید جز جایی که بخواد از این چیزی در بره که بگی کارشناسا بعد نظر بدم خانم واقعا تحریم تاریخ انتخابات دستاوردهای عظیمی داشته از جمله اینکه مردم اعتماد به نفس پیدا کرد از جمله اینکه حکومت متوجه شد چوب خطش پر شده اما یه چیز دیگه اش این قولها و وعده ها و قسم ها و آیه های نامزد هاست یعنی در یک طرف حکومتی که رهبرش توضیح دادم و یک طرف حالا نامزدها نگاه کنید به سعید جلیلی و مسعود پزشکیان نگاه کنید کدوم نامزد در تاریخ جمهوری اسلامی اینقدر پیش مردم و قسم آیه خورده این اثر شکوه مند تحریمه اثر شکوه مند خود باوری باور به اینکه این برگ رأی رو نباید که تو صندوق هر کسی یا نا کسی بندازه وگرنه شما کجا در سابقه این انتخابات جمهوری اسلامی شما سراغ داشتید که نامزدها اینقدر فروتنی کنن ای بگن مردم ما قسم می‌خوریم ما وعده می‌دهیم ما قول میدهیم، ما قول شرف می‌دهیم